آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن و فعال سیاسی هم با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید خانم ماجدی، نظر شما رو بشنویم در ارتباط با این اعتراض‌های گسترده‌ای که هر ساعت به نظر میاد بر گسترش داره افسوده میشه در سرتاسر ایران. دقیقاً راستش من مدام در حال هیجان و التهابم، هیجان برای اتفاقی که داره میفته و التهاب برای اینکه چه اتفاقاتی میتونه برای مردم به خصوص جوونا بیفته. واقعاً هیجان انگیزه، واقعاً تحسین برانگیزه. تعداد شهرها رو شما گفتین، من اینجا دیگه تکرار نمی‌کنم. به نظر من این سراسری بودن این اعتراض، اینکه اینطور در گستره کشور هست، وسعت اعتراض، رادیکالیزمش و شعارهایی که در اون داده میشه بسیار بسیار خصلت نماست و یک تعیین کننده است. این اعتراضات با اعتراضات چند ماه پیش، دو سال پیش، یه سال پیش کاملا متفاوته. یک تحول جدی کیفی در اون انجام گرفته. شعارها رو بعضن همکار شما گفت، یه شعار دیگه که ایشون شاید یادش رفت بهش اشاره بکنه این بود که مردم تو تهران شعار دادن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. به نظرم باید تمام این شعارا رو برد تو صحنه و دید اتفاقاتی که تو جامعه ایران داره میفته. این اتفاقات یعنی مردم میخوان به دست خودشون بگیرن، آزادی و برابری و رفاه میخوان، آزادی زنان و برابری زن و مرد در رأسشه. ببینید 40 چند سال پیش 1357، درست بعد از انقلاب، اولین خیزش و جنبش توده‌ای تو جامعه ایران توسط زنان، توسط جنبش آزادی زن سر مسئله حجاب شکل گرفت توی 8 مارس اون سال، همه یادمونه، من دیگه تکرار نمی‌کنم. الان دوباره این جنبش آزادی زن هست که جلوی صحنه اومده، حجابش رو داره میندازه، سرنگونی حجاب رو به عنوان دو فاکتو اعلام کرده و اومده داره از زن آزادی صحبت میکنه. من این اتفاقات به شدت منو یاد یک گفته ای از منصور حکمت میندازه که کمی بیش از 20 سال پیش گفت انقلاب آتی ایران رنگ و بویی بسیار زنانه خواهد داشت. آره ماجدی، عذرخواهی میکنم بین صحبتتون، یعنی باید این اتفاق، این اعتراضات کنونی رو نقطه عطفی بدونیم؟ به نظر من این اعتراضات نقطه عطفه. اینکه چطوری نقطه عطف میتونه به یه نتیجه که ما میخوایم دلخواه و مناسب برسه یا اتفاق دیگه براش بیفته، کاملا به دست مردمه و کاملا به دست سازماندهی که تو مردم انجام میشه و نوعی که به پیش میبرن. ولی این نقطه عطفه، این چیزی که ما الان شاهدش هستیم، گفتم گسترش و وسعتش، شعارهاش، شیوهش و سراسری بودنش، این رو ما نداشتیم. ما توی این چند سال اخیر اصلا با همچین پدیده‌ای روبرو نبودیم. بسیاری از مسائل و مشکلاتی که بعضن جریانات دست راستی یا ارتجایی میخواستن به مانع تبدیل کنن، مردم با اعتراض رادیکالشون تو خیابون اینا رو عقب نشوندن. مردم نشون دادن فرق نمیکنه شما مال تهرانی، مال سقزی، مال مهابادی، زبون کردی یا گیلکه یا لوره یا هر چی که هست، ما همه با هم علیه این رژیم، علیه این دیکتاتوری، علیه این خشونت اسلامی بلند شدیم و به هر چیزی هم قناعت نمی کنیم. ما آزادی می خواهیم، ما برابری می خواهیم، ما رفاه می خواهیم، ما آزادی کامل زنان رو می خواهیم. زنان ایران فقط 40 سال نیست زیر ستم جنسی قرار دارن. زنان ایران در کل تاریخشون، در کل تاریخشون زیر ستم جنسی بودن، حالا اگر یه ذره این بر اون بر بوده، و الان اومدن دست خودشون بگیرن. و فقط زنان نیستن، این مهمه، این مهمه. شما نگاه کنید کجای دنیا حتی میتونید به این شکل ببینید زن و مرد با هم کنار هم اومدن تو خیابون، با هم دارن از آزادی زن دفاع میکنن. این پدیده تو دنیا واقعا منحصر به فرده. ما باید افتخار بکنیم که این اتفاق داره تو جامعه ایران میفته. نشون دارن میدن مردم ایران، زن و مرد، که چگونه برای آزادی میان تو صحنه، چگونه دارن فداکاری میکنن، از خودشون مایه میذارن، از جونشون مایه میذارن و دیگه حاضر نیستن برن زیر این ستم و سرکوب و جنایت و عقب موندگی که این رژیم بهشون تحمیل کرده. من دستشون رو میفشارم. واقعا کاش اونجا بودیم، با هم بودیم. واقعا هیجان انگیزه، واقعا تحسین برانگیزه. سپاسگزارم از شما آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن و فعال سیاسی همراه ما.